به الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما هستم به نظر شما چه رسانه های جمهوری اسلامی به این شکل محدود به حملات متقابل اسرائیل و حزب الله پرداختن و این حمله وسیع و پیشگیرانه اسرائیل رو به نوعی نادیده گرفتن در گزارش های خودشون شما بر شما و بینندگان محترم ببینید خب به یکی از دلایل اصلیش اینه که اینا این سمت ماجرا هستن دیگه یعنی اساساً بعد از ترور هنیه در تهران که حدود الان 24 پنج روز ازش داره میگذره و هیچ اقدام خاصی از سمت جمهوری اسلامی و آنچه که جمهوری اسلامی اون رو محور مقاومت میدونه اتفاق نیفتاده الان اگر قرار باشه که رسانه داخل کشور هم به مسئله حمله گسترده جنگنده اسرائیل رو پوشش بدن که در واقع شکست بعد از شکست رو دارن در واقع توجیه میکنن یا نشون میدن یا تبلیغ میکنن طبیعتا نمیرن سراغ این و اینها حداقل اتفاق مثبتی که برای خودشون یعنی مجموعه رسانه های داخل کشور هست حداقل اتفاق مثبتی که برای اونها افتاده این هست که در پاسخ به حمله جنگنده اسرائیلی حزب الله یه تا راکت و پهپاد و اینها رو تونسته پرتاب بکنه و الان خط خبری و تحلیلی که در داخل جمهوری اسلامی داره در واقع ارائه میشه بر روی همین, بر همین حمله استوار هست این وضعیت رو خود حزب الله هم در یک, در یک شرایط تبلیغاتی عملیاتی برای تلافی کشته شدن واد مطرح میکنه در حالی که خب احتمالا برنامه یک چیز دیگری بوده که آنچه که در رسانه ها و محافل مختلف الان داره مطرح میشه و منجر به حمله جنگنده اسرائیل شده بنابراین تنها دستاوردی که رسانه های داخلی جمهوری اسلامی از جمله رسانه های متعلق به سپاه الان دارند همین حدود 300 تا کاتیوشا و راکتی هست که الله بعد از حمله جنگنده ها پرتاب کرده به شمال اسرائیل و این رو به عنوان دستاورد یا به عنوان پیروزی دارند قلمداد می کنند و اعلام می کنند در حالی که اساسا این اتفاق نه پیروزی محسوب میشه نه, نه در واقع دستاورد خاصی هست و صرفا میتونه یک زنگ خطر برای اسرائیل محسوب بشه و غیر از این هیچ ارزش دیگه اصطلاحا نداره همزمان مقام های آمریکا و اسرائیل هم به طور مداوم به جمهوری اسلامی هشدار میدن که به فکر ورود به این درگیری نباشه آیا در جمهوری اسلامی اراده ای برای در وارد شدن به این جنگ دیده میشه به نظرتون خب همونطور که عرض کردم مورد 25 روز از کشته شدن هنیه میگذره هنوز جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نداده در رغم ادعاهایی که شد در خصوص انتقام کلیدواژه خونخواهی و این جور موضوعات هنوز کار خاصی توسط جمهوری اسلامی انجام نشده در نتیجه ممکن هست که جمهوری اسلامی چنین وضعیتی رو به عنوان یک اهرم فشار برای خودش در نظر گرفته باشه و هر آن بخواد از اون استفاده کنه تا تنش ها در منطقه افزایش پیدا بکنه از سمت دیگه با توجه به مذاکراتی که ما بین ایران و برخی از کشورهای منطقه انجام شد به هر حال جمهوری اسلامی ظاهرا مطرح کرده بود که مسئله عملیات تلافی جویانه خودش رو مرتبط دانسته بود با نتایج مذاکرات که در دوه و الان در مصر قرار اتفاق بیفته و خب این یعنی اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از ابزار احتمال حمله به عنوان اهرمی برای فشار آوردن به اون مذاکره ها استفاده کنه در نتیجه جمهوری اسلامی به احتمال زیاد فعلا در روزهای اخیر که مذاکره ها در قاهره ادامه مصر ادامه پیدا خواهد کرد احتمالا چنین د... تصمیمی نداشته باشه ورود نکنه اما همچنان از برگی که به عنوان احتمال حمله هست برای فشار آوردن به طرف های مذاکره کننده استفاده خواهد کرد. متشکرم روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی ترکیه.